به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در ادامه برنامه های گوشه به گوشه و مرور ردیف میرزا عبدالله در این جلسه میرسیم به دستگاه چهارگاه. چهارگاه یکی از مفصلترین و گسترده‌ترین دستگاه ها در موسیقی ایران است. در موسیقی قدیم ایران نیز و در نظام موسیقی دستگاهی ما در شعبات 24 گانه نام چهارگاه رو داریم، منتها فواصل با این پرده ها و فواصل امروزی متفاوت هستش. در موسیقی آذربایجان نیز چهارگاه ترکی داریم و در موسیقی عرب نیز مقام چهارگاه داریم، که البته در موسیقی عرب چهارگاه فواصلش متناسب هستش با گاو ماژور غربی. البته چهارگاه فعلی موسیقی ایرانی نیز تقریبا با گام ماژور انطباق داره، الا اینکه فاصله دوم و فاصله ششم ربع پرده کمتر میشه. چهارگاه به لحاظ دارا بودن دو دانگ متقارن یکی از دستگاه های اصلی در موسیقی ایرانی به شمار میاد. پرده های چهارگاه رو معرفی میکنم. قبل از اون ذکر کنم که ما چهارگاه رو در مبنای دو خواهیم زد. کوک دو سو دو دو، کوک برابر با سی بمول در تیونر. در سیم زرد داریم سول دست باز، لا کروم، سی بکار، دو، ری کروم، می بکار، فا. یعنی دانگ اول سول، لا کروم، سی بکار، دو. دانگ دوم متقارن دوباره دو، ری کروم، می بکار، فا. و در اکتاب دوم سول، لا، سی بکار، دو، ری کروم، می بکار، فا، سول. نکته‌ای که خیلی مهم هست در مورد فاصله سوم هست در دستگاه چهارگاه، پرده می. اگر بخواهیم پرده می رو در دستگاه چهارگاه به درستی تنظیم کنیم باید به چند نکته توجه داشته باشیم. گروهی برای همنوازی با سازهای غربی و استفاده سازهای ایرانی در ارکستر در کنار سازهای غربی به نوعی تامپره کردن نوت می رو یا فواصل دیگر رو و اون رو نزدیکش کردن به فواصل موسیقی غربی و از این می به کار استفاده می کنن، که این مطابق ملایمت ها و اون سلیقه فرهنگی و تاریخی گوش ایرانی جوابگوی گوش ایرانی نیستش، به طوری که خیلی روشن وقتی که گوشه زابل نواخته میشه خارج بودن این پرده می که می به کار هست مشخص میشه. عده‌ای نیز می کرون استفاده میکنن که این هم بسیار از ملایمت و مطبوعیت گوش ایرانی به دوره. در واقع باید توجه داشته باشیم که در قرون اولیه اسلامی دانشمندی به نام زلزل میان پرده وسطا، میبه مول و میبه کار پرده رو معرفی میکنه که همین میکروم باشه، که این در طول تاریخ دارای تعدیل های مختلفی هستش، به طوری که امروز ما اگر بخوایم چهارگاه رو بنوازیم یا باید میبه کار خودمون رو کمی کمش کنیم ببریم بالاتر نزدیک به اون پرده زلزل بکنیم یا میکرونمون رو کمی بیاریم پایین تر. در واقع ما بین می بمول و می بکار دو پرده زلزل داریم که میتونیم پرده زلزل اول و می کرون رو نگه داریم بالا و پرده زلزل دوم رو با کم کردن این می بکار ببریم پرده رو بالا نزدیکش کنیم و به طوری که مطبوع باشه و بتونیم چهارگاه رو با فواصل دقیقی بنوازیم. چهارگاه معمولاً رپرتوارش در اونچه که نواخته شده و خونده شده دارای جوهره و گوشه هایی هستش که عموماً اکثر هنرمندان اونو سعی کردن در اجراشون داشته باشن.
به طوری که ما در اکثر رپرتوارها شاهد اجرای درآمد، زابل، حصار، مخالف، مغلوب و منصوری هستیم. در دستگاه چهارگاه مایه های معروفی داریم مثل زابل که بر روی درجه سوم شکل میگیره. ابتدا من یک بار درجات رو معرفی کنم که بعد صحبت میکنم روشن باشه. درجه اول دو، دوم ری کلون، سوم می، چهارم فا، پنجم سو، ششم لا کلون و هفتم سی به کار. درآمدها بر روی نوت دو تونیک دستگاه شکل میگیرن. نوت دو شاهد درآمدها هست. در گوشه نغمه تقریبا میل به سوی ری کلون هست. در زابل به طور واضح بر روی درجه سوم مایه شکل میگیره. در گوشه حصار فا تغییر پیدا میکنه به فاسولی و شاهد سول میشه. در گوشه مخالف لاکورون شاهد هست که ما در این پرده مخالف بستنگار حاجی حسنی و نغمه مغلوب رو داریم. در قسمت مغلوب ملودی به سمت دو اکتاو حرکت میکنه، البته برگشتی داره به سوی لاکورون دوباره که نغمه اجرا بشه. و بعد در گوشه منصوری در فاصله اکتاو ما این گوشه رو در سه قسمت اجرا میکنیم. درآمد اول چهارگاه، چهارگاه دارای چهار درآمد هست مثل دستگاه شور که دستگاه مفصلی هست. چهارگاه هم دستگاهی بسیار مفصل و کاملی هست و پیکره و ساختار درونی بسیار منسجمی داره. ضمناً یادمون باشه که این دستگاه به لحاظ پیکربندی و ساختار و محتوا نزدیکی و قرابت زیادی با دستگاه سگاه داره. درآمد اول، جمله اول. لا لا سول لا سول لا سول، راست کرد راست کرد راست کرد راست. تمام درآمدها با این الگوی ملودیک شروع میشن. لا تکریز تکا قوی میزان ملایم، سول لا سول لا دو لا دو دو. این هم یکی از شاخصه های جملات چهارگاه هست. برگشت به نوت شروع دو ره دو سی لا سول لا سی دو دو، راست چپ راست راست چپ، حالا همه راست راست چپ، سی دو دو سی دو دو سی دو دو سی دو دو سی دو لا لا سی لا سی لا سی لا سی لا سی لا سی، راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست راست. این جمله تون شونده است. جمله بعدی هم همینطور و بعد شدت نواخت هم افزوده میشه. لا سی دو ره دو ره دو ره دو ره دو ره دو ره، ره اشاره به دو آزاد، ره دو راست چپ، سی دو دو سی دو دو سی دو، راست راست چپ راست راست چپ راست راست، سی دو ره می ره می ره می ره می ره می ره می، راست 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 چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست راست، می اشاره به ره می ره راست چپ، دو ره دو ره دو ره دو ره دو ره، راست چپ راست چپ راست چپ راست راست، ره ره دو سی راست راست شب راست. این همی که از شاخص های فرود چهار راست. دو ره می فا ره می راست شب راست شب، دو ره ره دو لا دو لا دو دو. این جمله آخرم از انگارها و فیگورهای فرود چهارگاه هست. یک بار دیگه می نوازم چهارگاه رو در آمد اولشو.